چی دلتون خواست براتون اجرا میکنه. همین شب واسه بخونه خوش کنه. همین شب واسه بخونه. باشه آقا جواب بخون. هر آوازی 100 تومن خرجت میکنه. باشه پولاتو خرج نکن نگرده واسه شب عروسیت که عروسیت بی خرج نمونه. یا دیگه رو تو کم کن داخل شید. والله تو چه بازار گاز گوشتا. لا یکی وقت زیادی نزن حسین توله والله میگم شهرداری زهره ددا. بیبرین فیروزه نمیخواد بخونی خیال کردن نوبر پولا. چه میبرش به تو چه مربوطه خیلی چه. بلش کن بهت گفتم بخون چرا نخونده بلش کن بخون بره پایین بره داغون اصلا نمیخونم جواد آقا بهش میگم یه دهن بخون واسه میگونه تو آخچه بالا با هم بخون بخون در میخواستی بخنیده خواهدن پنیش آمده نداری یکی بگی بخواب نفل حال نداری نمیخواد بخونه زوری که نیست مگه خریدینش بیا منو بخور میزنه دو ساعتو نمیشه آقا مادیر باید بخونه بخونه جواد جواد آقا جواد من بابا شما بگو این دیگه بابا زندگی بچه‌ها نمی‌خوام بالا سر تا خودم نشه جواد بام به برو بده باد بیا هات زره بالا بچه‌ها نمی‌گردا برو بچه جوجوت بگو بیا جواد من نکن جواد حالا برو تو دم درش ببین چیکار کنه ایشا عجب آدمی هستی بیا جون این ریشه چه جور آدمی هستم بعدم دیگه 100,000 تومان یه سال بعد قرض دادم نزولش که نمیده هیچ شام بالا کشیدی میده جنه میده هر وقتش میده ولی این اینجا پول نداره آخره ما که 15 روز دیگه مونده اگه پولم دادی که هیچی فعلا کافتا میکنم طبیل اول آقا با جفتتونم میبندم طبیل اول والا فعلا که پولی در بسا قربان حلق پول ندارد فقط اینه بابا نوجا منم صبح صبح میام اونجا آب میدم و قشوش میشم همین که گفتم تا آخر ما مولد داری حالا واسه تکمیل ارزاجید گوشاتو با کن میاد اونجا سکوت سکوت ملکوت بچه امشب همه تو مهمون حاجتین سن نار صورت حساب ندین دیشی داری میگی خودم آق مدیره راضیش میکنم درست آق مدیر ساکت بچه همه تو بره خونه خوش اومدین مشتری از برس بابا خاک برس آقا جان بابا خفه یه بالا باره ناموسل من از گوره این باره بیدیشینی بابا خونه برده گره بگی آقا پس آقا مدیره آقا جان بالا خودم میدونی که چی کارت میکنم دیگه فهمیدی یا نه بره بچه ها اینا هم گذاشتن هستن یه چوبالی پولش کاری بخونه قدر تقصیر این دختر است همین امشب تکلیفمون باش روشن اره بابا شلنگ میندازه تقصیر اینه ببینم زبونت آبله در میابرد اگه یه دفعه دیگه هم میخوندی آقای مدیر حرف نزن دختر همین تو و امثال تو این که کافه منو به این روز نشوندین جواب این افتضاحات رو کی میده ها؟ قربانت گردم جواب و طلب قراره کی میده اینه بگو بله راست میگه جواب طلب کاره رو کی میده تو میدی؟ نه
میخوام بدونم من بیچاره با 100,000 تومان قد چی کار باید بکنم؟ این 3-4 تا مشتری رو راضی نگه نمیدونین که حداقل پولشونو بدن؟ تا دعوا میشه سرشونو میندازم پایین و مثل گاو فرار میکنم. گوشاله قربان، مگه فرقشون چیه احمد؟ قربانت گردم، گوشاله بچه گاو زیرنگترم هست، تونترم فرار میگونه. از اول ماه آینده یه کار دیگه واسه خودت دست پا کن، من دیگه تو رو نمیخوام. آقای مدیر شما که وضع زندگی منو به من چه، که شما مادر پیر و برادر کوچیک دارین، من که اینجا یتیم خونه واز نکردم، که اینجا کافه است، میفهمی کافه؟ بله، اونم کافه درجه 1.5 بی‌ستاره. خواهش میکنم یه فرصت دیگه هم بهم بدین. غیر ممکنه، باید بری. این چند روزم که تا آخر ما باقی مونده، اگه مرتب و سر وقت باشه تمرین حاضر نشی حقوق ایماتم میخوره. من اینی میشناسم، میخوره ده. بخور آقای مدیر، پولشو بخور، بخور جنم، این به مال مردم پوری عدد کرد. تو هم از اول ماه آینده فکر یه خواننده دیگه بکن، برو دیگه، برو خوش بکن. از اول ماه آینده بینم مدیر چی میخواست؟ جون من، بیرونت کرد؟ ای لامصب بی‌معرفته، باید یک کار دیگه پیدا کنم، نمیدونم چطور میشه. خدا رو چی دیدی فیروزه جون؟ روزی من و تو که دست این مدیر ناکس نیست. بیا بریم قصه نخور، خدا بزرگه، بالاخره یه کاری میکنیم، از گشنگی که نمیمیریم. گریه نکن دیگه، نکن قربون اون دهنت برم الهی. ببینم خانما، بفرما حتما امشب من مثل شبای دیگه با خط 11 میره خونتون. آره یادت نره، نزن نره، نزن نره، آدم شدی بیا پیار بگه در به دو بزنه. چرا من چه کاله؟ آره راست کارت باشنه، خیلی نمرو شد آخه، شب بدبختی داری ماها. بیدمون بهش نزو، بیا دفعه قبل خفه شو بابا. مگه اینجا تاکسی پیدا میشه؟ بالاخره یه چیزی گیر میاریم سوار میشیم. چند میدی؟ بی والا جونا چایی میکنم. وکیه خوز کرین خدایی تو شکر، ما اینم نشدیم. بلند شدی رو زمین، پاشو بریم دیرمون میشه. بارا بابا بلند شو بریم خونه. تو ببری جفت پام سوز شد، ماشین خیلی سالار بود، نمیدونی یا قلقلکم شد. پاشو بریم، میترسم یه خود دیگه اینجا بمونیم، این نجابتی هم که داریم از دستمون بره. مرگ من، باشه چاخ کن بریم که از یکی خیلی میترسم. یواش خوشگله. خیلی خوب، خدا کنه بیدار نشی. یواشتر با، اگه شوکت خانوی بیدار چه کارمون زاره. اینم با این کرایه خونش ما کشت. بح بح خانوی سلام علیکم. سلام شوکت خانوی. چرا مثل دوزا وارد خونه میشی؟ لابد از اینکه چند ماهی کرایه اتاقتون عقب افتاده خجالت میکشی. نه لالا بابا، ای والا شوکت خانوی خیلی واردی به امام زمونه. من خودم یه پا محض اندازم. آهای فیروزه چرا کرایه تو نمیدی؟ من دیگه نمیتونم صبر کنم، حوصله‌ام دیگه سر رفت. اگه بازم به ما مهلت بدین شوکت خانم، قول میدم تا آخر برج کرایه‌تونو بدم. چقدر صبر کنم؟ تو که پدر ما رو دروردی، به اون خدا اگه تا آخر ما کرایه عقب افتادتو ندی، جلو پلاستو میریزم تو کوچه فهمی. گوش نازن، شیرت خشک میشه، بچه‌ات بی شیر میمونه. خب تا آخر ما صبر کنی دنیا که آخر نمیشه. دلم میخواد آخر ما کرایه منو ندی، این تا معلوم شه که دنیا آخر میشه یا نمیشه. شوکت خانم قول میدم مطمئن باشی. دلش کن بریم بابا، دلش خوشه، را بیا بریم معلش نزا. قول داری هم میکنی، حالا نشونت میدم. وقتی اصلا با بازی ها داریم سکتی کچه میفرمی خواهد شهر هرکس. امشب خیلی خسته شده، خورد و خمیرم. منم همینطور، پیرم در اومد، زود بگیریم بخوابیم که درب و داغونم. سیدی منو بکش پایین. آی زی پدرم که هر شب ما باید بکشیم پایین. عجب روز بدی بود، پشت سر هم بد و بود. بسه دیگه تو هم، اینقدر که تو خمیازه میکشی میترسم وایستاده خوابت ببریم. من مرده این خمیازم، اگه نکشم میمیرم فیروزه جون. خیلی خب بابا بکش. جون تو حال میکنم این هیکل رو ببینم. جون من نگاه کن، ببین
ببین آخه این هیکل چیزی کم و کسر داره، بعد تو بغل جا میگیره. حالا مال منه نگاه کن، آخه این هیکل کرکوله است که هیشکی پیدا نمیشه نازش کنه. چه؟ جواد آقا هست؟ اون بیمعرفت فقط آرزوش اینه که فدات شه. حاضره واسهت بمیره، مرده شورشو ببرن. خدا اون روزو نیاره، مگه این مرتیکم آدمه؟ یواش بابا، تخت شکست چته؟ جهنم بزو بشکنی، از شر این یه دونه تختم خلاص میشی. باشه باشه، چرا خاموش کن بگیریم بخوابی. باشه تو به چسم و پایی من گرم شی. یه خورده فشارش بدی، اینقدر رقصیدیم و پیاده رو رفتیم که پاهم داره از زور درد میترکی. آخه این مدیر احمق چی فکر میکنه؟ خیال میکنه با این سرنارسشهی که میده خودمونو بهش فروختیم؟ وللش بابا، بگی بخواب، فکرشم نکن. آره چیه؟ میگم ها، بقیده تو میلیونه را چه شکلی هم؟ یه شکم دارن مثل یه خمره، وا یه دماغ دارن این هو کدو. دیگه چی؟ بیشوخی میگم، چشاشون ریز ریز، دهن گشاد، لبای سیاه کلوف، یک بوگندی هم میدن که آدم حالش به هم میخوره. ایوا بوشون دیگه مال چیه؟ آخه درست حسابی که هموم نمیرن، تو اتاق خوابشون یه هموم دارن که صبح به صبح خودشونو گربه شور میکنن و را میافتن. مرد شور. دخی دخی، امشب هم خیال لندری بذاری بخوابی؟ میگم ها، میلیونرها مثل من و تو میخوابن. پس چی؟ نه خیر، سرشونو میذارن جا پاشون میخوابن. نه میگم تخت خوابشون هم مثل ماست، به همین فسقلی. بگی بخواب دختر، وقتی آدم خوابش برد دیگه فقیر و پولدار فرقی نمیکنه، با این تفاوت که ما اقلن راحت میخوابیم، اما میلیونره تا صبح وول میخوره و حساب پولاشو میکنه. دیگه برش کن.
میخوان پنبه ها رو جا کنن، جا نمیره، انبارش تنگه. ها بله بله، خب یه خود بیشتر فشار بدن جا میره آقام. بله نفهمیدم، قیمتش 2,000,000 تومان. خب باشه، متوجه نشدم آقا، بلندتر صحبت کن. میگم صداد نمیاد آقا، یه خورده بلندتر صحبت کن. یه باز میگه دستور بده، دستور که دادم چند دفعه مگه میشه دستور داد آقا؟ بنده پنبه دارم، پنبه ها که پیش توه عمو. آقا پنبه ها که میگم پیش توه، اصلا کدوم پنبه ها رو میگی؟ آقا جان اصلا بنده پنبه نمیخوام، جاش برای من پشم بفرستید، پشم خیلی بیشتر به کار من میخوره، بهترم میشه قالبش کرد، فهمیدید یا نه؟ پشمک نه جانم، پشم، پشم، مرتی که یک خر. صبح بابا کیف آسا برمان پشمن شدید این پشم کنده چجوری بابا. صبح بخیر قرمان، سلام عرض کنم قرمان. بلی به کله تو خاکره ریختند؟ خاکره با فکر نمیکنم قربو، مگه 100 دفعه بهت نگفتم در محیط کار حق نداری این کلاه مسخره رو سرت بذاری؟ مسخره؟ ببخشی قربو، کلاه از دیگه گاهی وقتی میره سر آدم. همونطور که زندگی تو عوض کردی باید خودت هم عوض بشی، دیگه تکرار نشه، فهمیدی؟ بریم. حالا رو با کلاه عوض کنم آقا، بیشتر از این سواری نشن. حالا کلاه از دیگه، این کاسکت اوشان با چه فرقی میکنه؟ بی معرفتی نباشه میخواستم یه عرضی بکنم، جسارت ها. چیه؟ حرف بزن. میگم از وقتی آج آقا فوت کردن شما اصلا به خودتون نمیرسی. چقدر ور میزنی، زود باش، وقت ندارم. چشم قربون، میگن زن بلاست، اما هیچ خونه ای بی بلا نباشه. این فضولی ها به تو نایمده مرتیکه. نفهمیدم، ما که با هم شوخی نداشتیم قربان. همون که گفتم 1,000,000 کمتر نمیدم. ما رو بگو ما چی داریم اختلاط میکنیم، شیش دنگ عوضش دنبال نشده نه که. فرمایی قربان، بفرمی. شاکرم. اصلا نمیفهمه زندگی چی ها، همش بیا برو، همش بدو بدو. آخه این ساختمونه این دمو در کبه چه دردت میخوره نا که؟ سلام بو. سلام. بلش کن. بفرمی. گیر دیگه. از آقا بپرسیم راننده بره یا نه. از آقا بپرسیم راننده بره یا نه. سب کن قربان، راننده بره یا نه؟ بره. 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 راننده، میتونی بری. برو. 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 راننده بره، راننده بیاد. خفه شدم بابا. آره باره باش، همش تو آورده بردی. بریم دو جلد خودمون با مرگونت برم داشته، عجب خوشتیم شدیم مرکرتم برم.
شما رو به خدا من تو خیابون شادی برسونین خیلی ممنونم. با خانم مایه نهیدی؟ این که تاسکینه؟ میدونم اما خیلی دیرم شده، کار دارم ممکنی؟ خیلی خب بپا بلا، ازش کرس که نمیاد، گور پدر مال دنیا. متشکرم آقا. در و گماس به من. مریض داری خانمی؟ کاش مریض داشتم، کارم دیر شدی. اربابم منتظر بهانه است که عذرمو بخواد و حقوقمو نده. آخه واسه چی؟ آدم بی وجدانی، تا میتونه از آدم کار میکشه بعدم مثل توفاله لیمو آدمو دور میندازه. عجب مردی که بی معرفتیه. من تازه اومدم اصفهان توی کافه کار میکنم، مادرم و برادر کوچیکم آبادانن. من واسه اینکه زندگی اونا رو روبرا کنم مثل سگ جون میکنم. دور از جون شما. ببینم شما گارسونی؟ نه آقا، من خوانندم، اسمم هم فیروزه است. فیروزه؟ زنده باشه فیروزه خانم. ببینم کافه کجا؟ کافه شوفرات تو خیابون شادی، شما که باید بشناسید. ای بابا، از وقتی که پیش این شهریار خان میلیونر کار میکنیم کافه رفتنه رو گشتیم کنار. میدونی خواهر، فکری هم آدم از چه رایی، از چی میگن، از چی چی رو با چی چی میگن، اگه با شرافتمندونه کار بکنه همیشه خدا باشه. الان 3-4 ساله مثل بچه خوب، اول شب میریم خونه کپلالا، اما خودمونیم. دلم واسه یه دعوای مجدی لگ داده، خیلی بزن دوست دارم. ما که شب و روز گرفتار دعوا و مرافع هستیم، اگه بخوام دختر سربزی رو نجیبی باشم باید از شرافتم دفاع کنم نه؟ مشتریم که این حرفا حالیش نیست، مدیر کافم فقط دنبال پوله، پول مشتری و بس. همچی نجابت از هر چیزی تو دنیا قیمتش بیشتره. تو نجیب و با خدا باش، خودم هیچ وقت تو رو لنگت نمیذاره. خلاصه برادر خیلی بدبختم، ولی چیکار کنم، باید ساخت دیگه. قصه نخورده شبرامت که نمرده، خودم یه کارایی واسط میکنم، خیال تخت تخت باشه. آقا ببخشین، دست راست جلوی اون کافه نگه داریم. بفرمایید. متشکرم. به سلامت. مشرف فرمودید. بابا چی شد؟ تو میره این همه را رو خانم خانم از شد سر کارکارشون رو میکنن. خیلی عجیبه این یاری گرده خالم به که بود؟ چه نسبتی داشت؟ آی تک مزرا، این کیفو بده به فیروز خانوم. این دفعه مواظب چشات باش که زیادی حرکتشون ندی و الا پشت گردن قلفتی میکشم بیرون. ریخت باش، این هم مردشون رای زمون آقا محمد خانه. قربان من که عوضی عرضی نکردم. ناس ناس، فقط یادت باشه فیروز خانوم نامزد ارباب منه. ارباب شماش؟ آره قزمی، شهریار خان شهریاری، همون میلیونری که صد مثل تو صاحب کافت یه جا میخره. به کلت فرو رفت؟ بله قربان فرو رفت کاملا. باریکلا، برو کیفو بهش بده، بگو شبم میام عقبش میبرمه. چشمه امیده؟ برو کنار بنده باید بیاد. چه طرز خداحافظی بود دوست عزیز. نمیدونی چه ماشی؟ از همونا که دیشب آرزوشو میکردی داشته باشی؟ جون تو فیروز جون، فکر میکنم داری شانس میایی. چه تو؟ بفرمایی. سلام عرض میکنم، راننده آقای شهریار خان این کیفو دادن بدم خدمتتون و گفتن شب میان عقبتون خانم جان. عقب من؟ خب آره جونی، مگه قرار نبود بیاد دنبالت؟ خیلی خب تو مرخصی. چشم روی جفت چشم با اجازه.
چی میگی دوخی؟ چرا باید بیاد دنبال من؟ احمق جون، بذار همه خیال کنن که تو نامزد شهریار خانی. این که واسه تو چیزی آب نمیخوره. آخه بابا اگه یارو بفهمه خیلی بد میشه. چی رو بد میشه؟ برو بابا خدا پدرتو بیامرزه. بذار حداقل تا آخر ما حقوقمون رو بگیریم، بعدش هم میزنیم زیرش، میگیم چه میلیونری، چه کشکی خوشتون میاد. بچ کن، یه خبر داغ برشته. فیروزه نامزد شهریار خان شهریاری میلیونر معرف شده. قرار امشب شوفرش بیاد اینجا دنبالش کره. نه فهمیدی؟ نه بابا. یه چیزی شنیدم، شاخ در آوردم قربان. ببینم گوشت درست شده ولی شاخ در نیاوردی. یلا به کارت برس. قربان شنیدم فیروز خانم میخواد با شهریار خان شهریاری میلیونر معروف ازدواج بکنه. آخه درست. نه شنیدی؟ میلیونر معروف ازدواج؟ بله. من باید فوری به مدیر خبر بدم. من گلی سگت آخه گنده بچه بیارزم، اگه کنی که شیر جمعی تو. ای مدیر یک خبر مهم دارم، اگر برای تو بگویم از دوت شخ در میاریم. بابا شخ در میارم. آجون بکن بگو ببینم چیه. ریف بیار جلو تا بگویم فیروز خاننده کافه نامزد آقای شهریار خان شد. مرگ من تو بیمیری خودم با دسته خودم تو رو کفن کردم. پس تو این کافه خبرهایی و من نمیدونم. بله. یک شکار چاق و چلهی به تور زده. نگفتم که این دختره خیلی آبزیر کاست. خب حالا خوب گوشاتو با کن ببین چی بشد. با بنده بودی؟ نه پس با اون احمق بودم. با تو احمق بودم. با بنده بودید من نمیدانستم. یالا تلفن کن فیروزه یه دقیقه بیاد اینجا. با چشم. کجا؟ تلفن اینجا. یادم رفته بود چشم. خیلی با احترام. الان خیلی با احترام. الو حضرت آیه علیه آلیه حضرت خانم فیروزه خانم، بنده میخواستم با احترام خدمت شما. خفشو علاق جان. نه به تو هم. نه من به تو هم میخواستم. با چی بگویم آخه؟ ممکن است خواهش کنم گیر. یک دقیقه به اتاق آقای مدیر. تشریف فرموش. تشریف فرما بشوید. خاک به تو سرت. دلمیان حیف من که معاون احمقی مثل تو دارم. حیف این معاون که من دیگه. که صدا تو ببر. پدر تو با آتیش میکشم. با من کاری داشتیم؟ سلام خانم، ما از داشتن هنرمندی مثل شما به خودمون میبالیم. بله میمالیم. خیلی خوب. امیدوارم عرایز دیشب چاکر اسباب دلخوری شما نشده باشه. منظور بنده سرکار خانم نبود، منظور من این مچکه احمق. با بنده بودی؟ نه با اون یارو بودم. ای خاک به تو سرت کنم. او با بنده بودید و من نمیدانستم. یعنی مدیر فیروزه رو تو دفترش خواسته جنگ سرکوش شهر بوده. اجازه بدید دستتون رو ببوسم، خواهش میکنم. بله نمیفهمم منظورتون چیه. آخه کوچولو، آقا نونو به نرخ روز میخورن. خب بله اجازه بدید دستتون رو ببوسم، خواهش میکنم. بفرما ببوس. اول اجازه بدید دست فیروز خانم رو ببوسم. اگه میخوای ماچ کنی اول باید دست منو ماچ کنی، لب و لوچت تمیز بشه، بعد مال فیروز خانومو. یالا ببینم ماچ کن زود باد. بله چشم. نفله بیا جلو. با خودت بادی واسه دیش کرم جنش. یالا زود باش ماچلش نکن دیگه. چشم من چی کرم؟ بس دیگه. خیلی خوب، حالا خیلی با احترام زانو بزنین، دست خانوم رو ماچ کنین. یالا زانو بزنین. یالا دوله شدی کمر شکسته بود. آخه این کارا واسه یه چی؟ یا تو هم ماچ کن. حالا تو آدم مهمی هستی کوچولو، حالیت نیست. یکی پشتته که هوا داره. میخوان برن هواخوری. هواخوری با چی؟ هوای اتاق کثیفه. خب که فرمودید آشنایی شما با ایشون بر حسب اتفاق صورت گرفته. میگه که باغ صورت گرفته. خدا مرگم بده. فیروزه جون از ماه آینده دیگه اینجا کار نمیکنه. شما هم باس برین سماخ نمیکین.
میخواد سماق بمیکن. سماق چرا؟ لابد میخواد برن چلو کباب بخورن. خرش به حالش. خانم فیروز خانم آقای مدیر ما شکر خورده نفهمیدن. اظهار لطف بفرمایید و این بنده عقیر رو عفو بفرمایید. خواهش میکنم فراموش میکنم. خواهش میکنم فراگور بکنید رفش رو تفاوت بشه با دیگه. دارن ما از شکاری به بازی میکنن. موشو گربه چیه؟ همه شو مثل که عوضی میشنوی بار کنار بینم. چشم. الو. بله. بله خواهش میکنم فیروز خانم با شما کار دارم، از تجارت خونه شهریار خانم. برو ببین چی میخواد، اما زیاد بهش رو ندیا، زیر سرش بلند میشه. گفت یه چیزی داره بلند میشه، نفهمیدم چی. ببین چه بلند میشه. تو نفذر چشمه بفرمی. یالا دیگه. الو بفرمی. این جونور دربونه رو طوری ادبش کردم که دیگه از این غلط ها نکنه. ببینم باقیشو درست اومدی؟ بقیهشو؟ آه الهی قربونت برم توی چطوری ششر جونم؟ نفهمیدم حالا دیگه ما شدیم ششر جون؟ قربون شکل ماهت برم الهی، درد و بلات بخوره تو سر این مردی که بخوره جیگرتی برم بخوره دیگم. مثل این که میخوای این چیزی رو به خورده هم دیگه بدم. لابد چه لاکبابه؟ ممکنه. چی میگی؟ منو نشناختی؟ منم ابرام. میدونم عزیز دلم، دل به دل رو داره، منم دلم برا تنگ شده. به خدا بدون تو خواب و خوراک ندارم. تو پس دیارتی که واسه دربونه بازی کردیم کار خودشو کرده. ایفا آره جونی، خوب معلومه. بابا ای والا ما که لنگ انداختیم. شهریار جون پول که کسی رو خوشبخت نکرده عزیزم. کرده کرده، کی میگه نکرده؟ هر کی میگه نکرده بگو پدرش خرده. ناز بشی الهی، جون ششم من فقط عشق و محبت تو رو میخوام. بگیر. ماچگه علکیه یکی دیگه واسمون برفز. ما چه تلقرافی دیگه نهیده بودیم. نه دیگه بسته، ممکنه زیاد خوشت بیار. نمیدونم موضوع چیه که داره خوششون میاد. حتما از کبابشه. حتما از شماقشه. آره ماشین آخر شب بفرست. نه خودت نیا، مگه یه میلیونرم میاد تو این کافه درجه سه بوگند. راست میگی دیگه، خیلی اینجا بو میده، ولی با داشتن هنرمندی مثل فیروز خانم بوی گل میده. آره تو بمیرین خیلیون. نه جونم اصرار نکن، همون شوفره رو بفرست. حالا ما دیگه شدیم شوفر. خب بای بای ششت، دیگه باید برم، خیلی کار دارم. خدافیز. در این چون زد بشین زد بشین. بفرمایی جماق. تو از عقب بیا، تو از عقب بیا. خیلی لطف فرمودی، متشکرم. منم خیلی متشکرم از شما. تو دیگه خیلی بالا نیا. تو نمیری عالی شد، از این بهتر نمیشه. اما ناکست تو هم خوب بلدی رول تو بازی بکنی. کلی آرتیست. دیشب آرزوی یه میلیونره داشتی، امروز ساب میلیونر شدی. بابا تو که میدونی همش دروغه. اگه نشنیدی از قدیم و ندیم گفتم وس ولش نس ولش، فعلا همینطوری دشنبه عقش تو بکن تا بعد خدا بزرگه. تو رو خدا قیافه این مدیر معاون پول پرستو دیدی؟ داشتن پامون ماچ میکردن، دیروز که از پول خبری نبود مرتب هارت و پورت میکردن، اما امروز که بوی پول به دماغشون خورده مثل سگ گرسنه واسمون دم میجنبونن. یه فکری به نظرم رسید. باری کلب اون کله، چه فکری هایی مدید؟ باید به وسیله فیروزه از شهریار خان میلیونر 100,000 تومن پول گرفت. رحمت به چیز کم، اگه ندد چی؟ من میگم میده، تو هم بگو خوب. خب اگر زورش کی باشد. این پولو باید بگیریم و الا جواد آقای طلبکار کافر رو به هم میرزه. گفتی راست، خدا لعنتش بکنه. دامره کن ابره بخواه. دام قربونه آیون. یه تلفن بکنه. با اجازه. الو خیاط خونه پرنس، من از تجارت خونه شهریار خان تلفن بکنم.
دستور دادن 5 دست لباس واسه نامزدشون بدوزین. عروس کیه؟ ایشالله همین روزا شیرینشو با هم میخوریم. عروس خانوم، فیروز خانوم، خواننده کافه شوفراز. خب آلمان شما چطوره؟ مرسی. ای بچه ها اون دلکه بدک نیست. آره آره خب اوزارو براز. آره از وقتی فهمیدن من نامزد شهریار خونم همه با من جور دیگه رفتار میکنن، مثل یه خانوم به هم احترام میذارن. برگ من خب یاقتش هم داری خب. مرسی. عجیبه این دختر منو کشته. اگه آسمون زمین بیاد، اگه تمام داره من بدم این دختر باس مال من بشه. آها فیروزه، نمیخوای پاشی بیا سر میز آجی؟ چقدر با ما بیوفایی. این مرد که لط دست از سر من بر نمیداره. بیالش کن با ما حالش نزه بزه وق وقش رو کن. فیروزه خانم این خیک راغن از کجا پیداش کرده؟ آی مدیر امشب دیگه حسابت پاک. دیشب که مشتری ها پولی میز ندادم، امشب هم با اجازه میز صندلی ها رو داغن. نفوس بد نزن. باش برینم آقا خکشه، زبون نداره یا میترسه. آی گامبو اگه صدای ما رو میشنوی بنال که بفهمی. مشتری ها همه دارن میرن. باره میترسن دعوا بشه. اش همش تقصیر این مرتیکه است. ولش کن. ای بچه هم ببینه اتت داره ذره ترک میشه. مشتری ها با مفخوری عادت کردن. امشه با میشنیم که مهمان های جواد آقا هستن، داره فیلنگ میبندن. مفخورا حق بازا. با تو هم خیکه با ریفادر صدای گاف میکنه. با تو هم لالی حرف نمیزنه، خودم بیام برسک بیارم. خب دیگه تعریف کن ببینم. نمیدونم چی بگم، تمام تنم میلرزه. آه. وای جواد آقا جونم قربونت هم برم دعوارم کربیرم نبوده. بابا رو اونجا اوش سلام جواد جان، اگر نمیزنی دو تا کلم حرف دارم. بی سلام خوری بیرم اونجا دیگه پری پانش میپرم. نشونه این بازو با این لالی حرف اکر آفت رو رو برم بس بکنم. لال کیه؟ خیچه باد کیه؟ خیچه روغه کیه؟ و کی بودی؟ نه در خلا که این عجب در خوبی در عجب بخوب یا لحب بزر. اومدی؟ خیلی شب برد وایسا، خبردار وایسا، از جا تکون نخور. یک من همار علت بارد خیلی چی اینه چی نمیگه؟ حالا این چی نمیگه مرکم؟ یا مولا علی ای آب بده تشنه گانسون. سلام. متشکرم ابرام آقا. این راننده میلیونر هستی؟ بریم یه خوش روشی بکنیم. بودو بونشو
آقا بسیار بسیار التفات فرمودید. بله قربان، بله. سرافراز فرمودید. بله همون که این مدیر گفته. من از طرف خودم آقای معاون از شما تشکر میکنم. بله منم از طرف خودم و این مدیر از شما تشکر میکنم. این لطفتر زدی از اینجا چه دمه بود. یه خورده این بروازوها بیکار افتاده بودن، امرو به کارشون این برو بازو چه کلوفته. بله بله تجالت هم میدیم بس دیگه ما مرخصیم. ملاحظه فرمودید آقا فرمودن از سرتاپا مرخصی بودو چه بون شو بودو. متشکرم شما واقعا اختیار داری آقا یخ خودتونه. ببینی آبجی از این به بعد هرکی به چپ نگاه کرد بگو تا چشاشو از کاسه در بیارم و قرقاتیش بکنم. آخه من تا کی میتونم این بازی رو ادامه بدم؟ نامزد یه میلیونر اقلن چند دست لباس شیک میخواد. بفرما این آدرس خیاط خونه یه که خواهرای ارباب لباساشون اونجا سفارش میدن. من تیلیف زدم گفتم 5 دست لباس فراهم بکنن، تو برو اونجا هر چی دلت خواست بگو تو واسط بدوزن کاری تم نباشه. و فرما آخه چرا شما اینقدر در حق من محبت میکنی؟ کارید نباشه، ما سر تا سر زندگیمون آبجی محبت و صفا بوده، شما که جای خود داریم مولا. باز ببخشینا رفته بودم این لاتولو بکنم، اما عجب دعوای جانانه بود تا نمیدید. با دوست من دخی آشنا بشین، ایشونم آقا ابراهیم. سلام علیکم داشه رام. علیکم ای خدا این نگه گیه. دخی خیلی دلش میخواست با هاتون آشنا بشه. قربون شما عجب حکایتیه بابا، من چرا اینجوری میشم آخه؟ چرا جوری میشی؟ هیچی چرا همچی میشم خدا؟ وای یه نگاه منو بعد مطلب کاش با خود داری چی بلغور میکنی داشتم؟ هیچی با هیچی جیگاره تا برم خیلی چی ساخته با خیلی خانم چه چی داری؟ بگو آتیش گرفتم آخه. چی شد پاک زیر و رو شدی؟ یه لیوان آب خونک بخور. آب جی علاج درد ما رو بکن. والا اگه زلزله می اومد این ریختی آجی تا تکون نمی داد. منظورم اینه که بگی نگاه رو اون چی میخوایی بگی داش ابرام؟ چرا ناراحتی؟ نکنه ما نامحرمی؟ خدا ابرامو از زمین برداره اگه بگه شما نامحرمی. ببخشین داشت ابرام، اگه میخوای چیزی به ما بگی بلند بگو، این نمیشنفه. آره توپل خانم، من یه عالم حرف دارم که باهات باید بزنم. میشه امشب شما رو من برسونم خونه؟ آره باشه داشی، اگه خیالات ناجور نمی کنی دم در منتظرم باش تا بیام. با اجازه. فیروز خانم دستم به اون دوباره ابرامه کاری واسه ما نکنی فاتح همون خوندن. نفهمیدم این دختره مثل تیر اومد یه راست نفت تو چشم ما پاک کورمون کرد. ابرام آقا نکنه عاشقش شدین؟ یعنی به این زودی؟ تو نمیری مثل این که با این دختره 100 سال آشنام. تو رو خدا جون هرکی دوست داره یه کاری کن امشب بیشتر با ما باشه، میخوام 2-3 کلم باج اختلاط بکنم. باشه تو اینقدر به من محبت کردی که این کار در مقابلش خیلی کوچیکه. دخی هم پیدا بود خیلی ازت خوشش اومده که راضی شد باهات بیاد، ولی اون از این دخترا نیست. پوشو برو دم کافه وایسا، همین الان میاد. قربونت برم که خیلی خانومه. اختیار داری خوش بگذره. الهی میبرمش باغچه بهش. البته وجوده. نوش نوش بیا این یه لغمه رو واسه تو درست کرد. آخ نوب هرمون از پنجوله. چه ماستی چه ماستی سلامتی آچره تا بیا 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 میگم داشت ابرام سلامتی تو نوش. دخه جون به خدا ای بیای تهرون دم دروازه دولت میدم با ست گاب بکشم. بابش باز گنده باشه، ما با کوچولو موچولو هاش نیست داشی. بنداد بالا روشنشی. روشنم اوخ چه سوختم. ببینم کبابی پایی کباب ما چی شد؟ حاضر ابرام آقا. نه چه بفرمی میگم
میگم آقا دو سیخشم ببر واسه اون مزغونچی ها. اونم بچر تو تو گافه گارسونی. آره بابا همه کار میکنم، اگه پاش بیفته آوازم میخونم جونم. جونا آره بارا چاخان نکن، تو که آواز خون نیستی. اینجاشو کور خوندی داشتم، هیچکی بهتر از ما نمیتونه به جنبونه. بنوازی65,000 تومان. خیلی خوب، درسته. بسیار خوب، بعدش میگم بعدش بفرمی نشمن دمر میفته پرونده رو پیدا میکنیم. دیگه کاری ندارین قربان؟ نه خیلی کاری ندارم. برید خانم چوب دادم حیفه. آقا مدیر هست؟ نصفش رفته زیارت. زیارت عمش؟ بنده نمیدونم عمش یا خالش، فقط میدونم خودش گفته بگم نصفش. پس خودش گفته نه نه نصف الان خدافزی کرده رفت خالی بنیت. ما میریم تو میبینی، اگه نبود که خدا بهت رحم کرده، اما اگه بود همچین میکوبمت به دیوار که مثل اعلام بچسبی. فهمیدی؟ بنده
سلام جان توی یه ماشی با ما بدهکاری که این ماش میرسه؟ به وقت گله نی آقای ما قربانت بس خدا پدرتی بیاموزی وقتی تا این کرد یا قدرت ما ای امان چلب که ای ای خدا ای مدیر چی شدی کرا کن کرا کن چه قد غول داره میاد هی دادا بیزاد منو قایم کن منو قایم میشه نفس در میاد دکش کن بره خدایا ما را از شر این ظالم حفظ کن اون یارو نسناس کجاست با سلام جواد آقا چو ماشالله خوشتیب شدی کفشای نوی رسیده ها روزه تا ببن ماون پرسیدم اون یارو حیفن اون کجاست من چی میدنم بفرما اینجاست این از زیر میزه این وزق داره من نگاه میکنه تو بمیرون شوخی را بزر کنار نسناس و الان همچین میزنم تو دک و پوزت که سر بپره تو میدون اعدام سپلیشک ببینم تو مار خیلی دست کم گرفتی ها تو بیمری همچین میزنم سیبیل از پس گردن در بیاده از پنجره بندازینش تو خیابون جن من شوخی نکن جن من شوخی نکن چرا من از پنجره بخوای بیندازی ول کن از در میرم بیرون دیگه جن من شوخی های بد بد نکن از چشمم میفتی به دماغم آویزن میشی ها روت کم کردی خیلی خب بزن این زمین اوخش کمر وقتی آقا مدیر اومد بهش بگو یه هفته دیگه بیشتر وقت نداره بدهیشه بده و الان پدرش در میارم بلای سرش میارم که پشیمون باشه چرا ننش زاییدتش فهمیدی؟ آره فهمیدم ده به کی گفتی فهمیدی؟ با این زبان نفهم آفر الکی و با کنار حیف زورم نمیرسه وگرنه تو بیمیری همچه خن بیا بیرون برای بیا بیرون رفتم مرگ تو رفتم بیا بیرون اینا بگیر ما جی بی پدر تو اینقدر میترسی چرا پول مردم میخوری پس نمیدی ها؟ رفتن ها؟ رفتن؟ رفتن بله یک پدری ازت بسوزونم که خودت هست بگی منه بگی منه بگی منه جوون مرد دومه یومیه صبح یه خبر واسه تون دارم که 1000 تومن میارده چی؟ منو گوشی رو نگه دارم منو گوشی رو نگه دارم من باید از خودشون خبر می سازن 1,000,000 رو مسخره کردن بیشورای حق باز به درتونه در میارم به روتونو می برم نابودتون میکنم کدوم ملاقه اینا گفته با بنده بودین قربان مرگم شد تو بغ ملاقه سلام قربان شیفا اساتون قربان سخت بله ببین بفرمان بدین سلام قربان سلام زهر بار آقای ساته چی؟ چرا اینجوری من نگاه میکنی؟ چجوری قربان؟ به همینجوری دیگه بدجوری نگاه میکنی عادت همه قربان بی خود عادته به جایی که به کارت برسی به قیافه من زل زدی این چیه؟ این چیه؟ صورت حسابی قربان خیاط خانه پاره است کدوم خیاط خانه پاره است؟ ترنس بگی بخون ببینم خیاط خونه یه پرنس صورت حساب جناب آقای شهریار خان سفارش بانو فیروزه خواننده محل تحویل کافه شوفرا چی مزخرف میگی کافه شوفرا فیروزه اینا چیه؟ اینجا نوشته قربان خیلی خوب باقیشو بخون ببینم زود باش 5 دست لباس زنانه سعدت پیراهن خواب زیر پوش و چی؟ و از همونا مگه زبونت مار گزیده از کدوما؟ تو بگو دیگه تو 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 تو
تو ما فهمیدم شورت تو چرا میگی؟ وای دارم دیوونه میشم نمیفهمم کی اینا رو سفارش داده. خواهرای من که اینجا نیستن در پاریسن. سفارش فیروزه خانومه. باز میگه فیروزه خانوم خفه شو دختر نفه. من همچی کسی رو نمیشناسم. زودی به این کافه تلفن کن ببین این زن کیه. شماره تلفن فیروزه خانم تو دفترچه خودتون نیست. چپ احمقیه میگم من نمیشناسمش. زود باش برو نباشو خودت کن خودت شو. خدا دیوونه شدم. خاک برم سرم. آمدم دی برای هی زنگ میزنی بی خودی. الو چی؟ تجارت خانه؟ او گوشی محکم توی موشتیتم باشد الان خبر میکنم بیا بودو برو صداش شهریار خانه ایله خب بودو برو صداش الو گفتم محکم گوشی توی موشتیتم باشد الان میگم بیا پای دلیم برو صداش کن احمق اگر دریوری بگویی من نمیرم خودت برو یلا خیلی خب نه احمق برو دیگه ببینم گفتم گوشی توی موشتش باشد آره تو موشتشه برو صداش کن بینم لباسات خیاط خونه گرفتی؟ آره امروز گرفتم ولی به خدا از ترس دل تو دلم نیست میترسم کارم به زندون بکشه این ابرام کارهای خطرناکی میکنه آره اما کاراش خیلی بانمکه روزنامه امروز مگه نخوندی؟ نه چی نوشته بود؟ نوشته بود شهریار خان به زودی با من ازدواج میکنه بیچاره روحش از همه جا بیخبره دامادشم کردن اوخ 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 حتما الان داره مثل مرغ پرکنده بال میزنه نه محرم کم نباشه سلام ببخشید خانم فیروزه خانم پای تلفن شما رو میخوان شهریار خانه حالا اگه خودش باشه چی کار کنم؟ ممکنه داشته ابرام باشه ناراحت نشو خودم میرم جوابش بدم بفرمایید جان آی وای سابینم کجا؟ تو از عقب بیا خانوما مقدمه خانوما مقدمه؟ گوشی تشریف آوردن با فیروزه خانم کار دارم میدونم گوشی رو رد کن بینم الو شما شهریار خانی؟ بله آه مگه فیروزه خانم نگفته بودن شما اینجا تلفن نکنین نه خیر من فیروزه نیستم ایشون مشغول تمرینن داره قربون صدقم میره گفتم که ایشون دارن تمرین میکنن نه حالا وقت ندارن با شما صحبت کنن بله بعد هر وقت عشقشون کشید خودشون شما رو خبر میکنن باشه خداحافظ یعنی چه؟ الو عشقشه دیگه این یارو میلیونره بد جوری گلوش گیر کرده میگم یه وقت خفه نشوه چقدر احمقی تو با بنده بودی؟ نه با اون یارو بودم آو با بنده بودید من نمیدانستم من رقبای من تو این کار دست دارم پدرشونو در میارم حالا میبینن که بد کسی طرف شد بله قربان با آدم خیلی بدی طرف شد گمشه که نبینم میگم که عجب خبر داغیه ها من نمیفهمم برای میلیونر مثل شهریار خان قحطی زن بود که میخواد یه خواننده درجه سه کافر بگیره بریم یه سرگوشی ها ببینیم چه خبره نمیشه آقا جان مگه علکی نمیذارم بیاین تو قدخانه هری جانم هری بریم آقایون خواهش میکنم ساکت باشید من میدونم که همه شما مثل من از شنیدن این خبر متعجب شدید ولی با وجود این برای مصاحبه با فیروزه خانم باید تک تک وارد بشید فعلا یه تر و تمیزتون بیاد تو تا بعد شما بیاید آره جان من گوش کنین من وسیله مصاحبه شما رو با فیروزه خانم فراهم میکنم شرط اینکه راجع به کافه من خیلی مفصل مطلب بنویسید و تبلیغ کنید میخوام روغنش رو زیاد کنی فهمیدی؟ بله قربان قول میدم قول یه خبرنگار قبولت دارم صبر کن کی؟ خیلی ببخشید فیروزه خانم یه خبرنگار برای مصاحبه با شما اومده ای وای من چیکار کنم؟ من که نمیدونم چی بگم تا حالا از این کارا نکردم. خیلی خب با هول نشو من خودم یادت میدم. بهش بگو لختم نیم ساعت دیگه بیان یالا. بگو دیگه. آقای مدیر من دارم لباسمو عوض میکنم. بفرمایید نیم ساعت دیگه بیان. لخته. تا حاضر بشه بیا بریم تو دفتر من. همه اطلاعات لازمو در اختیارت میذارم. خب ما دیگه از فامیلیم به جریان واردیم. بیا بریم. خب من رفتم. ببین چی میگم.
باز با این روزنامه نگاره خیلی گرم بگیری، نذاری زیاد ازت سوال بکنه، چون بی برو برگت مچت واز میشه، بهش مجال حرف زدن نده. از قول خودت هر چی دلت خواست بباف. خب کی به کیه؟ خب خیلی خوب دخی جون، فقط تو همینجا باش. با قربون حواس جمع، من هزار تا کار زندگی دارم، اگه تو بچه‌ای که من بغل دستت بشینم و تو رو بپام، یادت نره ها، بهش مجال حرف زدن نده، من زود برمیگردم. قربون خودم الهی، یادت نره بهت چی گفتم. خدافظ، ازت متشکرم، برو خیالت راحت باشه. آقا جون خواهش میکنم، کنید مرگ مادرات رو شک کنید. آقا جون گاراژ نیست که شک کنید، شک بنده با فیروز خانم کار دارم. آقای دربان. نه بابا، شما تنها نیستی، همه آقایون با فیروز خانم کار دارم. بینه خیلی، کار بنده با کار آقایون خیلی فرق داره. شما با آقایون فرق داره قربان جان. خب بله گیدیمی. خب چرا زودتر نگفتین که شما خبرنگار نیستین؟ برای حسابداری اومده قربان. بله بله، زود باش دیگه، در باز کنه. چرا مرتبی در باز کنه؟ تهرارا دستت چرد. از اولش معلومه که چای گندیه. کی بود؟ کی بود گفت بفرمایید تو؟ کسی نیست؟ کسی اینجا نیست؟ اومدم. معطلتون کردم، بفرمایین بشینین، خواهش میکنم. بنده آمدم اینجا. میدونم برای چی اومدین، بفرمایین. اون زیپ منو بکشین بالا. زیپتون؟ زیپتون؟ متشکرم، قربون شما برم، شما خیلی آقایی. شما اصلا شهریار خانو میشناسید؟ واه واه چه خوش زبون، اگه اینجوری من اصلا به هیچ کدوم از سوالاتون جواب نمیدم. جواب نمیدید؟ بیچارتون میکنم. لابد اون وقت تو روزنامتون بهم فوش میدید. روزنامه؟ لابد میخواییم بگین که خبرنگارم نیستی. خبرنگار چی خانو، مسخره کردید؟ شما بنده رو نمیشت. عصبانی؟ اصلا این قیافه عصبانی بهتون نمیاد. چرا همچی میکنید؟ مسخره رو از چشمتون بردارید. ایفا پشتتون رو صاف کنید. مگه شما پیمه که شما به قوز بنده چی کار دارید خانم؟ این موارم یه خورده کوتاه کنید. ببینین خیلی بهتون میاد. این عصو چی بین پیش منو چرا میگید؟ شما جوونین، چرا عده پیرو رو در میارین؟ حالا بیا اینجوری آینه خودتون نگاه کنید، ببینین چقدر بهتر و خوشگل‌تر شدید. خواهش میکنم، خواهش میکنم، اجازه بدید ببینید چی میگم. شما چقدر کم حوصله‌این. بشینین اینجا تا هر چی میخواین براتون بگم. بله. منو ششا جون. ششا جون؟ منظور همون شهریار خان. آه، پس شما به شهریار خان میگید ششا جون؟ لابد خیلیم خودمونی هستید. بله. خب بله، اونم به من میگه فیفی جون. اونم به شما میگه فیفی جون. فیفی؟ آره جونم، اینقدر وسط حرفم ندور، وقت زیادی ندارم. من و شهریار در روم با هم آشنا شدیم. روم؟ بله، تو قم با هم آشنا شدم. عجب جایی. خب بعد چی شد؟ یه خلصه، اول پدر مادرش با ازدواج ما مخالفت میکردن، اما خود ششا جون این قضیه رو حل کرد. باز میگه ششا جون؟ بنده دارم شاخ در میارم خانم. منم از دست شما دارم شاخ در میارم، از بس که تو حرف من حرف میزنین. خلصه ما هم دیگر خیلی دوست داریم و به زودی قراره با هم عروسی بکنیم. عروسی کنیم؟ با کی؟ ایوا شما چقدر خنگین، عجیبه. بله خنگم شدم بنده. بله دیگه، خب معلومه، با ششا جون خودم و شهریار خان شماها عروسی میکنم. گوشتو بیار جلو. میدونی اون خیلی به پولش مینازه، خیال میکنه همه رو خریده، منم که چشمم دنبال پولش نیست. فیرونم فقط پولشو میخواد، خب کی از پول بدش میاد؟ و الا یه میلیونر جز پول چی داره که آدم عاشقش بشه؟ بله بله درسته. بعد چی؟ بعدش که خیلی اصرار کرد، منم بالاخره پیشنهادشو قبول کردم. خب ممکنه بفرمایید که این ششا جون شما چه قیافه‌ای داره؟ او چی بگم، خیلی بد ترکیب. چی گفتید؟ بد ترکیبه؟ خب آره، همه چی رو که خدا به یه نفر نمیده. قد کوتاه، شکم گنده، صورت پر از کک و مک، چشا ریز، کله کچه. آه دیگه سرم داره میتره که دارم دیوونه میشم. ای
ای وای سرتون خیلی درد میکنه، بمیرم براتون. خدا بگم چی کار کنم؟ نکنه سرما خورده باشین، بفرستم براتون قرص بیارم. نه خیر لازم نکردیم. خب پس شما علاقه به این مرد بد ترکیب کچل شکم گنده ندارید، درسته؟ اینه که میپرسین میخواین تو روزنامتون بنویسین؟ اینا اسرار خصوصی زندگی منه، به هر کسی که نمیگم. نه نه نمیخوام ببیسم، باور کنید، فقط میخواستم بدونم که شما دوستش دارید یا نه. نه دوستش ندارم. ببینم شما زن دارین؟ نه ندارم. چطور مگه؟ همین جوری پرسیدم. دلیلشو بگید. ازتون خوشم اومد، شما جوان خیلی خوبی هستید. خب با اجازه بنده مرخص میشم، فردا برای عکس گرفتم میام حضورتون. شما که هیچی از اینایی که گفتم ننوشت. حرفای شما فراموش نشدنی، همش اینجاست، همش اینجا یادداشت کردم. خب مسافرت منو تو زیاد باز که عینک رو گذاشتی؟ ولش کن چون من عینک نزن، خواهش میکنم. شور عینک همو ببرن. چشم مرمت تو زیاد ازت خواهش کردم، قوز نکن. راست را برو. آفرین آره قربونه تو، خیلی خوب شد. چشم شدم دیدم ایت، فردا بیا منتظرتم، یادت نره ها، خدافیز. قربان کیف هستم؟ نه نه من پیرم که کیف هستم دستم بگیرم در بس کنم بر بر. سلام قربان، تعدیم هستم. نه 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 لازم نیست، خودم واز میکنم، برو بشین بزن بریم. ببینم از این ریخت من خوشت میاد ابراهام؟ خیلی قربان، خیلی عوض شدی. آفرین، زود باش سوار شو بریم. تو چشم قربان چرا اینقدر عوض شده؟ را کردن نگاه کن اون رو قیافه آدمی داد به یک جده. خیلی خودتون باز کرد؟ نه خودم باز میکنم. به سلامت کنم. خودم باز میکنم. سلام. آره چطوره؟ تو خوبی؟ چطوری؟ نفهم چرا باش سدیم؟ بگیرم بشینی راحت باشین. راحت و خودمونی. بیشی جونم بیشی بیشی یه خودمون باز خواسته که تر تر کن خوشم بیاد. تر خیش اینجا مثل قبرستون شده، سرد و تاریکه. همیشه این پنجره ها رو باز بذاریم بابا. بفرستین یه خود گل بردارم بیارم. شماها بی روح و بی احساسین، یه خود تکون بخورین سر حال باشین جانم. رسید ببینم تو تالا تو تاله ایش وقت عاشق شدی یا نه؟ عاشق قربان؟ بله قربان. خب بعدش چطور شد؟ هیچی قربان. چطور چی؟ یعنی قربان یه نفر اومد تو اتاق نشد. خب میخواستیم بریم تو پستوی کمدی جایی جا. پیروزه خانم شما را به خدا قسم منو با این شهریار خان آشنا کنید. بالاخره کافه مال خودتونه، شاید راضیش کنیم با گرو گذاشتن این کافه یه پولی به ما بده و ما را از این افلاس نجات بده. خواهش میکنم. منم خواهش میکنم به خدا. ایوا چه حرفا، ششجون اینقدر گرفتاره که محال اصلا به این ملاقات های کوچولو برسه. نه آقا عملی نیست. زنو زدم به خدا. لازم این دو تا ولو شدن رو زمین. امروز اینجا و فردای قیامت سر پل سرات دامنتو میچسب. باید یه کاری بکنی والا من مجبورم خودمو بکشم و جواب خونه منو شما باید. منم خودمو میکشم، پول خونه منو باید این مدیر بدهد. چرا من؟ من نمیدنم، من میگیرم. خانم فیروزه خانم تو را خدا یه فکری بکنین که من هر طور شده با این شهریار خان آشنا بیم. منم با شش جن آشنا بکنیم. خیلی خوب باشه، امشب باهاش صحبت میکنم ببینم وقت داره یا نه. خیلی درست شد، عالی شد، جیب و شش جن خالی شد. خداوند یه مرگ سریع به تو معاون احمق بده. الهی لال بمیره. گم شد بزره دیدونم. میترسم بالاخره آبروم بره، تو بد چله ای افتادم. ای
این حرفا چه با بی خیالش تو این حد نباش. میدونم ولی دلم خیلی شور میزه. راست چی؟ بینم راستی به خبرنگار دیروزی چی گفتی؟ چه پسر نازنینی، تفلک خیلی هم خجالتی بود. درسته که عصبانی بود ولی خیلی ازش خوشم اومد. ای ناغلا، با یه تیر دونشون زدی، هم موضوع میلیونر رو مسماری کردی، هم یه رفیق خوبی واسه خودت دست و پا کردی. نمیدونم والا چی کار بکنم، فقط این کار رو میکنم که حقوق آخر ما همو بگیرم و از این خراب شده فرار بکنم. اون که آره. خب اینا امروز کارت چیه؟ خبرنگار دیروز قراره بیاد چند تا عکس بگیره. باشه حالتون چطوره؟ جیبتون پر است؟ بیا جیراتو بگیر لای در باکن. خربونت برم الهی، هر روز بیا این را ساعتت شن. کی بوده رسی؟ آو این طور خوبه چونتون رو بالاتر نگه دارم. آها یه کافه کوچولو سر چهار راست. بله بله، حالا یه خورده به چپ، فردا ساعت چهار بعد از اونجا منتظر دارم حتما بیای. خیلی خوب، سرتون رو بالاتر بگیرید. عالیه. حاضر؟ گرفتم. یکی دیگه، یکی دیگه، یکی دیگه. یه دست بالا، یه دست بالا، بالا بالا بالا. چپ 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 چپ. آفرین. مارکشو. خدافظ. خیلی ممنون. خدافظ. نه حرکت نکنید، چونتون رو بالا نگردارین خوبه. ساعت چهار تو کافه سر چهار. بله یه خود سرتون رو بالا بگیرین. آها خیلی خوبه، ساعت چهار اونجا منتظرتونم. خب حالا یکی دیگه. خوبه، یه چرخ دیگه، یه چرخ دیگه. آها این بدجنس و حق باز، چرا به حرف مردم گوش میکنین؟ تقصیر خودتونه، میخواستین یواشتر حرف بزنین. خب حالا دیگه خانم راندمو میذارم. از تو چه پنهون خیلی ازش خوشم میاد. حتما اونم گلوش گیر کرده که باهات قرار میذاره جونم. خلاصه میترسم خبرنگاره بفهمه، خیال کنه من کلا بردارم. از اون برم شهریار خون ازم شکایت کنی، مدیرم بیرونم کنه و از این که هستم بیچاره تر بشم. بسه نخور دختر، باسه ابرامو پیدا کنم، اون این بازی رو جور کرده. ناکس نشخه کشیه، همین جوری که آدم نگاش میکنه باور نمیکنه چهرون. لا اله الا الله. خلاصه اون خودش کار تو رو راسوریس میکنه. بهش بگو فردا ساعت چهار بعد از ظهر منتظرشم، بیاد دم اون کافه. میخوام ماشین شهریار خانو به رخ خبرنگاری بکشم. چشم، فداتشم. خورمونتو. بالاخره دل به دل را داره. نه خیلی عجیبه، شما زنی هستین که اسم میکنم دلم خواهد چی میداری این قربان؟ یه آب پرتقال. دوتا آب پرتقال. چشم قربان. اگه منم همین حرفو به شما بزنم لابد خیال میکنین دروغ میگم، اما شما اولین مردی هستید. آهای مواظب باشین که مچتون رو نگیرم. ببینم پس شهریار خانه میلیونر این وسط چی بشه؟ اه مرده شورشو ببرن به خدا. خب باشه، بعدن خودتون میفهمین که من دختر دروغگویی نیست. شما ابدا نمیگید دروغگو دشمن خداست. شاید بفرمایید شاید گاه گاهی دروغ گفته باشم، اما به کسی ضرر نزد. همه یه ضرر رو آخرش متوجه خودم بوده. شهریار جون ماشینش فرستاده دنبالی اونه هاشش. این که اوتوموبیل من اوتوموبیل اون میلیونر هست. معلومه، من دیگه باید برم. دلم میخواد بازم پیشم بمونی. نه تو رو به مگه میشه؟ ششا جون اوقاتش خیلی تلخ میشه. اگه منو دوست داری نرو. نمیتونم، مجبورم برم. خدافظ. خواهش میکنم ثابت کن که منو بیشتر از اون میلیونر دوست داری. گفتم که نمیتونم.
بازم سلام. من برگشتم نرفتم. به راننده گفتم بره بگه منتظر من نباشی. متشکرم عزیزم، خیلی متشکرم. اگه میرفتی واقعا ناراحت میشدم. گرچه خب میدونستم که جای دوری نمیری. راست چه بخوای من دوستم داری ها؟ منم حس میکنم بی تو دیگه زندگی برام لذت نداری. از همون لحظه‌ای که وارد اتاق من شدی زندگی منم عوض شد. راستش منم برای کار دیگه اومده بودم اونجا، ولی سادگی و صمیمیت تو منو گرفتار خودش کرد. خب باش بریم یه خود گردش کنیم، بعد من میرسیم. باشه بریم. سپورش رو بدم. شما از من کار خیلی مشکلی میخواین. میدونین این ملاقات غیر ممکنه، یعنی یه جوری یکی از عهده من خارجه. شما به من قول دادین دیگه قرار نیست زیر قولتون بزنین. من برای پسورد شب جا رزرو کردم، حتما باید تشریف بیارن و الا به خدا ازتون میرنجم. آقا من که گفتم نمیشه. الهی قربونتون برم. دیگه نه نگیرین، فردا بهتون مرخصی میدم و کافر رو تعطیل میکنم که بتونین برین آقا رو راضیشون کنین. من پس فردا شب منتظرم تو کاباره لیلا، شهریار خانه به من معرفی کنین. دیگه خدا آخه آقا چی میل داشتن؟ جوجه کباب، کباب بره، کشک بادمجون چی؟ من فقط یه پست دخی میخوام. دخی نداریم، تموم شد، بچه ها خوردن رفتن مرسه. سلام علیکم داش ابرام، چطوری؟ قربونت برم، بیشی یه خوده بیشی آجی جونتون. نمیتونم، کار دارم، باست به مشتری ها برسم. میبینی که انتبیه که باست کار داری؟ انقدر دلم میخوام مثل اون شب بریم اخش. دلم باست شنیدن صدات یه ذره شده. خب اگه اینه که آرزوتون، همین الان برآورده میشه آخه. حرفا میدونم، مگه اینجا میتونه بخونی؟ آره با آگای گدار اینجا مشتری ها میخوان، ما واسه شون میخونیم دیگه. بس برو بریم. چشم از سایه بچه ها، داشی جونو چاخ کنیم. اینم هر پارو نگاه کن، با این گلاسو برو
دست مریضا. خب راستی مدیر فردا کار منو تعطیل کرده که من شهریار خانو دعوت کنم، پس فردا شب میاد کاباره لیلا. اما کدوم شهریار خان؟ من که شهریار خانی نمیشناسم. اونی هم که من میشناسم اصلا توی خدمتتونی. ببین تا اینجا شما اومدین باقیش دیگه با خودته، ما کاری واسهت نمیتونیم بکنیم. خیلی خوب، پس من برم ببینم چی کار میتونم بکنم. سلام پهلوان. سلام مردنی. سلام فیروزه. ایو سلام، خوشحال شدم دیدم ایر. دختره را کجا برد؟ نه خیلی این پسر ولکن معاملی نیست، بالاخره کار ما را باید به هم بزنه. فوری باید به مدیر خبر بدم. آیه مدیر، آیه مدیر، چی هست؟ چی شده؟ این اواخر یک جوانکی پیدا شده قربان دره، کار ما را خراب میکنه. شب و روز با فیروزه است. اگر شهریار خان بو ببره در اوقاتش تلخ میشود، از این زنک جدا میشود، اون وقت اگر گفتی چی میشود؟ خب معلومه دیگه، پولی گیره ما نمیاد. وای کلا، تو بی خودی که مدیر نشدی جنم، درس خندی، درس. خب بد جوری شد، حالا چی کار باید بکنی؟ از من سوال میکنی؟ تو مدیری قربان، من که یه معاون اینقدی هم جن. چطور این پسر رو ردش کنیم بره؟ قیافش چطوری؟ قیافش؟ والا قیافش نمیدن، من فقط از دور اینی میدیدم. با ریشه چیکار میکنی؟ باید داشت شبرامو پیدا کرد. اون کاری میکنه که این پسره عشق و عاشقی از سرش بره. باری کلای مدیر گل گفتی. فقط یه قد شل گفتی. یالا معتل نکن، برو دنباله. الان داشت شبرام داره توی کافه مشروب میخوره. بریم سراغش. تو از جلو، من از عقب میام. یالا این دل میزنه فره فره. آقای داشبرام لطفاً کلاتونو یه خورده بالاتر بدید. چی شده؟ آقای مدیر این تا اینجا کوله رفته سرش، آقا اینجا نشسته مشروب میخوره خبر نداره. خفش خوچه و الا تا پاییزم عمرت طول نمیکشه که بشمرنت. بنال بینم چی شده. این روزای جوونکی پیدا شده، البته همون موقع که شما خواب تشریف دارید، دل نامزد شهریار خانو برده، عاشق بیقرار فیروزه شده. بله اگر نفهمیدی منم بگویم، خانم فیروز خانم عاشق بیقرار جوانک خبرنگار شده، فهمیدی؟ خلاصای دشبرم آبروی این شب کلا و لباس شما در خاطر من گفتم. پدرش رو میتونم نابودش میکنم، روزگارش رو تیار میکنم، جگرش رو در بیارم. این نجلو مدیر بخوره. بزن بری. حالا قبول کردی که من حاضر نیستم یه موی تو رو با میلیون ها ثروت اون شهریار خان عوض بکنم؟ اگه تمام پولشم به پام بریزه باز تو رو انتخاب میکنم. متشکرم فیروزی جان. خب گفتی فردا مرخصی، تو دلم میخواد با هم بریم گردش. میام دنبالت. موافقی؟ دلم میخواد قیمه قیمه شما میکشمه. نه تو باز دارم برو جیرم. ای بود این شوپر شهریار خانی، حالا چه خاکی به سرم بریزه؟ کجا هستین ما؟ پس کجاست؟ با رو صندلی که نشسته. این تو هم که جانه میگیره. کجا رفتی ترسو؟ وایست ببینم کجا رفتی؟ نه آخر آب شده رفته تو زیر زمین. کجایی تو نابودت کنم؟ نیستش، یعنی اصلا تو این اتاق هیچ کس نیست. کجا رفتی ناکس؟ نه خیر آقا، اندو چیزش فقط بسه باست. میجم کلش پشم ندارد، از لوتیگی فقط یک کلش شب بوده. ترسید آقا، لرزید آقا، جا خالی کرد، مسمالی کرده. شدن تو رو ببری ناکس. چرا نمیافتی؟ تکم بدی میافتی. اینم تکو دل دین
دوست دارم. تو دنیای من عوض کردی، تو از من یه آدم تازه‌ای ساختی. عزیزم تو هم من از تلمه نجات دادی و زندگی من رو پر کردی. من تو رو میپرستم. ببینم فیروزه جون، تو میتونی حقیقتی رو بهم بگی؟ معلومه عزیزم. تو واقعا کی هستی؟ از کجا اومدی؟ چطوری پیدات شد؟ چرا؟ اصلا چرا سر راه من قرار گرفتی؟ من یه خواننده معمولی هستم. از آبادان اومدم، شاید یه کار آبرومند واسه خودم دست و پا کنم و زندگی برادر و مادرم رو تأمین بکنم. خودم هم نمیدونم این تصادف بود یا شوخی تقدیر، نمیدونم. فقط میدونم دلم تو رو خواست و به طرفت کشیده شدم. آره راست میگی، اینا همش کار دله. خود منم نمیدونم چطوری شد که یه دفعه عاشق تو شدم. دل خودش میخواد، تقصیر کسی نیست. دوست دارم عزیزم، خیلی زیاد، خیلی. دادم امشب شهریار خانو به مدیر معرفی کنم، ولی من که اونو نمیشناسم دعوتش کنم. باز یه حقه دیگه زد، اما فقط به عقل ناقص ما هیچی نمیرسه. بالاخره باید یه نفر رو به اسم شهریار خان به اون معرفی کنم. ولی کیو؟ تو هم که همش حرف میزنی، باید یه کسی رو پیدا کرد که بهش بیاد میلیونر باشه. بفرمایید. سلام. 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 حالتون چطوره؟ مرسی. بفرمایید. چیزه؟ چه؟ میگم آ. بفرمایید. چرا همچی میکنی؟ میترسم. تو میتونی رول یه میلیونر رو بازی کنی؟ میلیونه؟ شاید. چطور مگه؟ چی شده؟ نه بابا، قیافش خیلی گدا گشنه است. بهش نمیاد میلیونر باشه. ای بینم. میتونی امشب واسه خاطر رفیقمونم که شده تو جلد یه میلیونر بری ها؟ چه میدونم، ممکنه. پس معطلش نکن، یک کمی مثل میلیونر راه برا بینم. یا الله، دور راه برا دیگه. چشم، عرب، بفرم. اینم میلیونر. نه بابا نشد، میلیونر رو که اینجوری را نمیرن. بشین اینجا تماشا کن، اینطوری را میرن. را را دخت دخت دخت. این که را رفتن جاهلا. خب بچی، خواهش میکنم، تو دیگه از ما عیب نگیر. ما حالا میخواییم میلیونر کنیم، دو قرتونیمت هم باقیه. بمیرم الهی، آخه این چی شبیه میلیونر است؟ نه بابا، استعدادش خوبه. حالا یه خورده مثل میلیونر ها بخندینیم. آره بابا، میلیونر ها که اینجوری نمیخندن. خب بابا، میلیونر هم مثل ما یه آدمه دیگه، اونم هم همینجوری میخنده که ماها میخندیم. نه بابا، خیلی خوب، بسه دیگه، تو دیگه نمیخواد به ما یاد بدی. خوبه، واسه امشب یه دست لباس مشکی حسابی کرایه کن، اگرم پول نداری قرض کن. میخواییم ببریم توی یه کافه خیلی شیک. نمیفهم آخه موضوع چیه، به منم بگین، شاید منم یه فکری داشته باشم، اقلا بتونم کمکتون کنم. من بگم یا تو میگی؟ خودم براش میگم. شما میگی؟ ببین پسر جون، مدیر کافه ما امشب از شهریار خان و ما دعوت کرده بریم کاباره لیلا. کاباره لیلا؟ رقاش شدی؟ بفرمید. یه ملاقم برای ما بریم. سرکو شکر برای من دو تا مرا بدید. بفرمید. دستمارو چونه میذاری اونجا؟ باید بذاری اینجا. جاش اینجا. اینجا اینجا که نمیتونه بذارم. بابا پیغم کنه خفن کردی. میلیونر ها قاشق و دست چپ میگیرن. نه بابا، قاشق همون دست باید دست چپ باید باشه. راست هم میگیرم یا چپ هم؟ قاشق با دست راست. بزن هر جایی باشه. بزن هرد میکشن. هرد بیترم هست. نه منم هردی هم. چیکار میکنم؟ نه مردی
نمیخور تو خدن حالا تموم شده بو قلمون رو برده باجزه که من میبینم واسه بو قلمون بیا وای وای چه رنگی داره عجب بفرمایید. خب اینو دیگه با اجازه تو خودم میبرم. میلیونر که با کارد چنگال بو قلمون رو پاره نمیکنه، با دست پاره میکنه. بابا چی داری میگی؟ دورو بابا بذار با دست پاره کنه. دست چجوری پاره کنه؟ با دست پاره کنه. با دست پاره کنه. لنگ بو قلمون رو برسون. حرام کردیش. آقا دیواری از دیوارمون کوتاه‌تر پیدا نکردی؟ تفسیر بنده بود. بله 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 حق باشه باز بنده یه عرضی داشتم ممکنه بفرمی آخه اونجا که نمیشه بلند شجاعت بده با آقا آره فکر دست خودم آقاتر کسی رو نمیبینم اینجا او آها ایشان بله بله بفرمایید خواهش میکنم تمنا نمیکنم چشم ببخشیش بفرما قربان بفرمایید خواهش میکنم یا الله خانم ها حالا خیال بکنید من اون مرد میلیونرم با بنده خواهش بکنم یه قد لس بزنید خفه نفلی فیروزه جون برام گفته خب چقدر لازم دارید؟ در حدود 100 تا البته در مقابل ملکم نه لازم نیست وسیقه نمیخوام بدون وسیقه بله بله من این کارو به خاطر فیروزه جون میکنم فردا میام کافه و چک شما رو میدم به خدا آقایی قربونه دستش فقط ازتون خواهش میکنم فیروزه از این موضوع چیزی البته با کمال میل قربان اوامرتون رو اطاعت بندم اطاعت میکنم قربانت گردم خب دیگه خدا حافظ امشب برای دیدن برنامه فیروزه میام قدمتون صدف چشم منتظر سلامت به سلامت ای پولدار با معرفت قربانت گردم تصندوق جناب عالی این چکی که آب این گونه از جون دل پافنگ قربونه بنده کی بتم تا پای مدیر گل گفتی حیف یه کمی شل گفتی دم 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 آخ چکرم گرفت آخر میلیونر شد کدوم چک؟ چک 100,000 تومانی را از کی گرفت؟ از آقای شهریارخان کدوم شهریارخان؟ ما که چند تا شهریارخان داریم همون آقایی را که دیشب خدمتش بودیم ای داد بیداد این چک نباید بره بانک نباید با بانک برود نمیفهمم اگر چکی که با بانک نرود اسمش چک نیست ای ناس ناس تمامش تقصیر تو الان خالیت میکنم ای وای خدایا چی کار کنم چک بی محل کشیده بهتره برم پیش مدیر شاید چکو بگیرم برو منم میرم پیش ابرام یه نونمون تو روغنم بله دونو آقای مدیر جانم مدیر چکو بدین به من و موضوع رو فراموش کنید چی؟ منو چک بی محله ببینین این جوون که خودشو به شما میلیونر معرفی کرد یه خبرنگار عکاس بیچاره است که فقط برای اینکه شما من از اینجا بیرون نکنید این فداکاری رو در حق من کرد تو رو به خدا این چکو بدین به من این جوون بیچاره رو بدبختش نکنید من اصلا میلیونری نمیشناسم تمامش از روز اول دروغ بود دروغ دروغ چک باتی اندرم منو دست انداختی؟ بیچارتون میکنم توقیفش میکنم بیندازمش اونجایی که عرب میاندم چک بیمحل میکشم پدرشو میسوزونم بسوزن جام بسوزن تا چرا اینجا نشست؟ من امشب مدیرم بلند شد چک بیمحل تو هم دیگه محل نداری الان نوبت ما رسید محل نداری؟ تو هم زود برو برنامه تو اجرا کن ولی به جرم اقواتی شرکت در کلا برداری تعقیبت میکنم شاخ و بابا تو که پدر منو تلف بوده امروز قرار بود پول جواد آقا رو بده به خشکی شانس با چی میخواستی پول جواد آقا رو بدی؟ احمق نفهم با همین چک بیا خب حالا هم با همین چک برو و طلب آقا رو بدی دیگه برای این لامصب بی محلم تو چه هی میزنی اینجای من دلت برای چک نسوزد جواد آقا خودش میره و پولش را وصول میکند برر مرده که یک آدم گردن کلفت برای خبرنگار بگیره کودک بزن اصلا با ما چی مربوطه بله اینه تو معاونه چیز خیمه جان ای آقای مدیر پولکی تو قدر مرا نمیدانی من خیلی جاها با درد تو میخورم من همیشه باید جای مغز خالی تو را پر بکنم بله بری
جواد آقا الان تو سالونه. چکو بدی موسیقی الفرا رو بخون. باریکلا مدیر گل گفتی، فقط یه قدر شل گفت. مزخرف نبودی، جوارو بریم. بریم جنم بریم. نگاه کن ماشالله شاخونه بشم شکسته. بیا. سلام جواد آقا. سلام علیکی. امروز آخرین روز مولدت بود، پول ما رو میدی یا نه؟ بله بله، برای همینم آمدین. چک شما حاضره، الحمدلله از شر شما راحت میشیم. بفرد این 100,000 تومانتون یه رسید به من بدین که پولتون رو بوسیه کردین. سخت های بندرم داد بده جن صفته رو بده. حرف بلاخره پول از شهریار خان گرفت. ای والا تو خیلی زرنگی، تو هم موضوع رو میدونستی. ای جواد آقای شیش خال باس، شما این کپ چه میمونی؟ سرتون رو کردین تو برف و پاهاتون هوا. بله بله، ما همیشه پادر هوایی. کسی که این موضوع رو نمیدونه خواجه حافظ شیرازه که اونم به رحمت ایزدی پیدا. خدا بیا مرزتش. بیا بابا اینم سفتاتون، اینم رسیده. من این چکه قبول میخوام. چکه بیمحل باشه جواد آقا. نه جونم، ما جایی نمیخوابیم که آب زیر اون. بله بگنه شلوارش خیس میشه. خوش مرتبی نکن نفله. تو دیگه چه سیغه ای هسته که مرتب تک مزراب میزنی؟ صدای مزرابش فرده ای سوب در میاد. قربون شما خدا حافظ. باش شما دیگه. خدا حافظ. چکو داد به جواد آقا. کدوم چکو؟ بشی معلوم بیام. امداد برم. دوغجون چی شده؟ بدبخت شدیم. چرا؟ بیچاره شدیم. مدیر چک و داد جواد آقا. ای وای بیچاره، چکش برمو گرده. حتما جواد آقا میندازتش زندون. دوغجون یه فکری بکن چی کار کنیم. والا من نمیدونم، چک 100% بی محله. اگه بره بانک من این محبتو کرده، حقش نیست بره زندون. بسه بسه دیگه، گریه نکن. تو برو برنامه تو اجرا کن جونا. چرا برو توف به این شانس. صدات برم
ابتدای پیش مرگت بشن. یه دقیقه بیا سر میز ما، با میمون دل نداریم بعد خرج میکنیم. جون من بیا قربون خرامیدنت برم الهی. سلام جواد. سلام جونی الهی. جواد پیش مرگت بشه. قدمت صاف گذاشتی رو تخم چشم جواد آوردی. این دختره چرا اینقدر خاله؟ صاف رفت سر میزمون بی‌معرف. ها لابد تو این کارش حکمتی ها. با من کاری داشتی جواد آقا؟ آره والا میخوام دو سکر اومه باید خصوصی حرف بزنم. به نفته، به جون تو نباشه، به جون همه این بچه ها بهتر از من هیچ مردی پیدا نمیکنه. آخه با من چی کار داری؟ چی از جون من میخوای؟ بی خدا ما دوتا واسه هم ساخته نشدیم. ساخته شدیم، چه جورم ساخته شدیم. حالا بذار حرفمون رو بزنیم. اگه نخواستی تو رو به خیر و ما رو به سلام اومد دعوه که نره اینجا. خیلی خوب بگو ببینم چی میخوای بگی. دیدی حالا اینجا نه میریم یه جای خلوت که فقط من و تو باشی. نه من از این کافه بیرون نمیام. اگه حرفی داری همینجا بزن و الا میرم. نه خیلی خوب قهر نکن. باشه چه جوری بگم؟ بچه ها شما بریم، با تون کار نرم. ساعت شما بگیریم برای نخستی ها بخواه. ما باشیم بهتره، ممکنه کلکی تو کار باشه. نه ما دیگه با فیروزه خانم کنار ما باشیم. بریم باش بشیم. چه کلکی زیر سارش خدا میدونه. خیلی وقت خاطرت میخوام. خلاصه چجوری بگم برات میمیرم. اما تو به ما هیچ نظر لطفی نری. محبت تو از ما دیریر میکنی. این شب میخوام بخارم این چند بخاری؟ مگه فروشیه؟ آره جونم، همه آدم ها قابل خریداری هست، فقط قیمتشون فرق میکنه. 5000 تومن خوبه. وا چه حرفا میزنی جواد آقا. بچو خوبه. تو رو خدا از این حرفا با من نزن، خجالت میکشم. قربونت برم. پس قبول کردی. 100000 تومن اینم چکش. مال یه آدم معتبره، ردخور نداره. مال ما ممکنه برگرده هی بره و هی بیاد، اما این نه. نه اگرم این کارو بکنم چک قبول نمیکنم. خوب نگاش کنه، امضاش طلاست. مال شهریار خانه. تو که واسه امضاش خوب بشستی. ده مکنو همچی ده افه چکو میخوری. این جوون چه که بی محل کشیده، اونم امضاشو خورده دعوا شروع شد. مشتری هم عین هر شب میز شکستن و خورده پول گرفتم فرق این اراسلو ببرین کلانتری تا من بیام. بابا این زنده. چش. خب گفتین کی چه که بی محل کشیده؟ همین آقای حقباز. ببینم آقا. بله. سلام دوست من. شما با اینجا حالتون چطوره؟ بله. خوشو بش میکنین. من گاز کردم دعوا سر چه که بی محلیه که ایشون کشیده. ایشون چه که بی محل کشیده؟ بله. ببینم تو مگه چکو به بانک بردی که برگرده؟ غیر قربان، اصل ریخت چک معلوم بود نرفته برمیگرده. این موقوف چشم. این آقا شهریار خان شهریاری میلیونر معروف هستن. چطور ممکنه چکشون برگرده؟ خجالت بکشین. این واقعا شرم‌آوره. اصلا من تعجب میکنم چطور ایشون توی همچین کافه ای تشریف آوردن. فیروزه. فیروزه جون. گوش به چی میگم. برو دیگه نمیخوام ببینم. تو به من دروغ گفتی. تو عشق من، زندگی من رو مسخره کردی. تو چون پول داری
داری خیال کردی میتونی با دل بیچاره من بازی کنی؟ اجازه بده فیروزه، به خدا باور کن من تقصیری ندارم. تو منو گول زدی، تو یه مردی میخواستی اقلا مثل من دروغ نگی. اگه من دروغ گفتم به خدا از بدبختی و بیچارگی بود، به خاطر این بود که بتونم زندگی دو تا بدبخت دیگه رو اداره کنم و نجاتشون بدم. مگه تو خودت به من نگفتی با من عروسی میکنی؟ چرا دروغ گفتی؟ تا همون موقع تو دلت به من میخندیدی، چطور ممکن بود یه خواننده بدبخت کافه در اجازه بتونه زن یه میلیونر معروف بشه؟ برای همینم از من سوء استفاده کردی، دل منو شکستی. ولی من تو آخر عمر ازت متنفرم، متنفرم، متنفرم. شما چتونه از وقتی حرکت کردی مرتب گریه میکنی؟ چی شد؟ چی بگم خواهر، همه چیزم از دست داده. درست مثل روز اولی که از شهر خودم اومدم دوباره با دست خالی دارم برمیگردم آبادون، با این فرق که حالا دلم شکسته. گریه نکن، خدا بزرگه. چه طرز رانندگی کردن؟ شما یه باستا فیروز خانم اون تو دارین؟ رضا بپاسم ببینم فیروز خانم کیه؟ فیروز خانم کدومتونین؟ منم. بس الان بیا پایین، بیا خودمون میرسونیم. بیا، من نمیخوام، منو راحتم بذاری. باخه بیا اونا هاشه. نه جنس بیمعرفت، تو اینجایی؟ انقدر دنبالت گشتیم که نفله شدیم. یاله پاش بی پایین، پاش خود اومدین عقبا بزشتون میرفتم دنبال بدبختی. بیا حالا دیگه تو هم خانم، اگه دوش نداریم با اینه بریم، مجبور نیستین. بارو بینم با تو هم غیرتت گل کرده. این رفیق خودمه، یا عمره دارم جارشو میکشم. اصلا بایی نشد دخی چون بریم بارو بریم بارو 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 دارم بیکاری بسه میخورده تا تو هنه بیزنی؟ تموم دنیا رو دنبالت گشتی. شهریار چی شد؟ نمیدونم، من دیگه آزادم، واسش کار نمیکنم. من عشقمو پیدا کردم، میخوام بریم. چرا نذاشتین بی سر و صدا برم دنبال کارم؟ مگه دخیت مرده که بذاره تو تک و تنها سفر کنی؟ این تام بمیره تا آخر خط باهاتم. یالا برو سوار شو. ببینم این ماشین که مال شهریاره. آره، اما خیالت راحت باشه، او انقدر خاطره تو میخواد که وقتی شنید میخوایم با ماشینش بیایم تو رو برسونیم، هیچ حرفی نزن. راستی که اون چقدر پسر خوبیه و من چقدر بد. خیلی خوب، حالا جای این حرفا برو سوار شو. بیا بابا. یالا مواظب باش چادرت لای در گیر نکنه. اینم چه میدونه؟ مگه شما ها سوار نمیشین؟ چرا نمیایین بالا؟ اومد ماشین روننده داره. آره نگاه کن. سلام. تو بیبریم. بازم تو چرا اومدی؟ اومدم دنبال تو عزیزم. نه من نمیتونم. بیا دیگه قهر نکن، میدونی که خیلی دوست دارم، میخوام باید عروسی کنم. با من عروسی میکنی؟ آه شهریار. نراشید بیا بیا دیگه، کس نمیده اصلا رد کن. بیا این جاده گراس اونا رو میبره به طرف یه زندگی راحت و بیدرده زن. ما چون ماشین نداریم از همین پشت تپه مهورا میون بر میزنیم سیخکی میریم طرف معذره آقا و اون جهر اخدم میکنی؟ به دیده من